سلام مربوط به فامیل هستی شما؟ آره این سر کته می خاله دوست مصاحبه می کنم خد خلاص هم شو مصاحبه کردیم گفت رئیس فامیل گل شما نام داره سه است گفت 30 سال هستی سه است متعیل است بیوه چه قسم هستی بیوه است پسران و دخترانی که مجرد باشند خانه به ترتیب سین از سن کلان تا به سن خودش نام شما محمد حسین محمد حسین چند سال است محمد حسین؟ 18 دارین؟ دارین گوسفند چند تا دارین؟ 4 تا 4 تا گوسفند دارین؟ دیگه چی دارین؟ بوز چند تا بوز دارین؟ 3 تا تلفن دارین در خانه؟ یک دون دارین کامپیوتر دارین؟ نداره بایسکل؟ نداره موتورسیکل؟ نداره سقف چوب است؟ چوب 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 است چوب است در خانه چند اتاق است؟ دو اتاق یک دانه است اینم اینجا قسمه یک 60 سنه میمونه بدر تشکر شما اینم چهار خانه شین تشکر از لطفتان لطف خدا حافظ سلام After a long preparatory process, the Central Statistics Organization of Afghanistan, with the technical support of the United Nations Population Fund, financial support of the Government of Japan, and a contribution for the mapping process from the Government of Denmark, has implemented the first provincial socio-demographic and economic survey in Afghanistan, starting from Bamiyan province. سوشو دموگرافیک و اکنامیک سروی هست که خیلی ها از ارقام مورد نیاز به دست میدن و این سروی در رابطه با تعلیم و تربیت در رابطه با حتی ساختمان در قریاجات و در دهات کشور ساختمان های خانوارها که در زندگی میکنن و تعلیم و تربیت حتی معلولیت و ارقام مختلف دیگه اجتماعی از نظر اجتماعی و دموگرافیکی ارقام تهیه میکنه و امیدوار هستیم که اگر امکان داشته باشه ما بتانیم در بقیه ولایات کشور هم اگر ما این سروی را انجام بدیم بنان این سروی بر ما خیلی کمک میکنه که ارقام بسیار خوب و تازه بر ما تهیه بکنه تا بتانیم با استفاده از ارقام تازه ما تخمین بهتر نفوس انجام بدیم. Accurate data is essential for consensus building and making good decisions to respond to both problems and opportunities. Knowing how many people live in a given area, who they are, and where they live and work is essential to guide plans to meet people's needs and improve their lives. Generating, analyzing, and disseminating population data is critical for good governance and helps establish sound and successful development policies and programs. در نظر ما اولین چیز و با اولویت ترین چیز در ولایت بامیان برق است. چون مادر همه این کشاف ها با عقیده ما برق اگر برق نباشه هیچ چیز وجود نداره. بودجه انکشافی و بودجه عادی دولت به تناسب نفوس اضافه میشه وقتی که اضافه شد طبیعیه که پروژه های انکشافی در برای ما زیاد میشه هر پلان و پالیسی که ساخته میشه و سیاست گذاری هایی که در سطح یک کشور در سطح یک ولایت صورت میگیره او باید بر اساس آمار ارقام صورت بگیره آمار ارقام نفوس که چی تعداد نفوس وجود دارد در چی سطح وجود دارد درجه فقر به چی اندازه است متاسفانه ما هنوز در ولایت بامیان نمیفهمیم که درآمد عاید یا درآمد سالانه یک نفر چقدر است و اینا کلش ایجاب زیر میکنه که ما یک احصای دقیق داشته باشیم احصای دقیق از نفوس از تعداد جوان ها از تعداد اطفال و کهنسالا اینا همش در برنامه ریزی و پلان گذاری نقش بسیار مهم و اساسی دارد Mapping of the enumeration areas is one of the first and most critical phases of the survey. Maps are important to guide the enumerators on the coverage of their assigned area so that they know the correct boundary of their assignment and thus avoid duplication or missing out some households.
Cartographers from the Central Statistics Organization prepared sketch maps for each enumeration area. ما اول که از مرکز مثلا اومدیم یا در قریه میریم یک سایه شما رو کار میکنیم یک تیم دو نفر هستیم دو نفر به قریه مثلا به سایه شما رو که برام تعیین شده اونجا میریم اول اونجا که ما رفتیم امروی امو کلان قریه یا ریش سفید قریه یا ملک قریه با تماس میشیم چرا ما در اونجا نابلد هستیم کس را نمیشناسیم از دروازی ما بلدیت نداریم مجبور که ما از کلان قریه یا از ریش سفید یا قریه دار قریه یا ملک قریه کمک بخوایم و وا همراه ما کمک میکنه وا که همراه ما کمک کرد ما کار خود آغاز میکنیم در مرحله اول ما کروکی اون منطقه را میگیریم کروکی را به حساب میگیریم که مثلا اسکیچ هم میکنیم وقتی که ما کروکی را گرفتیم اسکیچ شروع میکنیم نمبر هم میزنیم امر به خدا بگیم که یک موتر در ظرف تقریبا 15 دقیقه از این سر تا اون سرش فقط 15 همه اید یک آرلنگ تسلیم بگیم 4, 5, 6, 7, 8, 9 گپ مهمی که در اوجه ما انجام میتیم جی پیس هم میکنیم جی پیس میکنیم و ترک هم میگیریم هم جی پیس میکنیم هم سایه شما رو که ما اوجه کار میکنیم از اون ترک هم میگیریم یعنی دو جی پی اس پیش ما می باشه یکی طول البلد و عرض البلد جغرافیایی رو بر ما نشان میده و یکی هم بدر به حساب ترک نشان میده او هم وظیفه ماست که باید او انجام بده و بازی جه مثلا در مرکز که آمدیم و یا ایجه در اتاق که آمدیم شب بازم او فرمای خوده همون نقشای خوده که ما کشیدیم در ترست مثلا گرفتیم که یه دفعه میبینیم مرور میکنیم کجا مثلا کدام اشتباهی نکده باشیم کدام نمبر غلط نشده باشه همراه سوپروایزر خود و خود ما همراه دیگه اعضای تیم خود مشوره میکنیم بعد از او باز دیدیم که صحیح چک کنترل کردیم باز تسلیم سوپروایزر که انتخاب شده از مرکز برای ما باز ما تسلیم از او میکنیم چه گرفتیم و فرم ایجه رساندیم بازی رو ما بعدن به نفرهای بعدی میتیم سرگرا کوبا باز آمدن خانه در خانه میگردن تعداد فامیل طبقی زکور و ناس یار فرسان میکنن مصاحبه میکنن باز بر از با معلوم میشه که چقدر از با ما معلوم نمیشه که در قریه چقدر نفر است زیاد است دقیق به پشمان نیست اگرش تا امروز نامده ده این سوال نامده ندید از این مردم بازدید نکده که آیا این مردم چی مشکلات داره نداره دیگه امروز مایسات هم بسیار کم ده اینجا توجه داره که مشکلات داره کتله دیگه بعد از این که بقیم که بیاید از ما نفوشماری شوید سربی شوید انشالله ما شمدر هستیم که خیلی کمکای زیاد شد برای ولایت بامیان و یک دمی منطقه یک اولنگ به حکومت افغانستان فایده داره نفوذش برش معلوم میشه یک نفر فامیل خانه است میفهمه که فامیل خانه ما چند است 20 است 10 تا است 15 است ما فامیل خانه است میفهمه ما 15 سرال است افغانستان سروی برایش معلوم میشه که افغانستان چقدر نفوذ داره Once the cartographers had prepared the maps, the enumerators were equipped to start their work. Over 500 residents from all six districts and the provincial center of Bamiyan province were recruited as surveyors for the Socio-demographic and Economic Survey. Among them, approximately 100 were female.
The two-week training program entailed a detailed orientation on the purpose and uses of the socio-demographic and economic survey in order to equip the surveyors to face questions asked by the respondents and community. بسم الله الرحمن الرحیم این جانب نصرت الله مسعود فرزند محمد اسای بلال مسکونه ولایت بامیان میباشم و بای سرور در قریه خلنکاش توظیف شدیم در قدم نخست ما باید ورکشاپ دیده باشیم پروسه که ما تکمیل میمیم باید به صورت درست صورت ما درس خونده باشیم و بعد مواد لازمه که صورت ما از کنترول خود تسلیم میشیم وقتی که تسلیم شدیم ما در قریه در ساحه که شما ساحه که برای ما توظیف میشه در اونجا روان میشیم و وقتی که در اولین خانه که ما وقتی که در خانه که ما شروع میکنیم اون نمبر ما از روی فرم شماره که در کارتوگرافر اونها رسانده بودن اونها رو در فرم شماره 3 ما درج میکنیم و از فرم شماره 3 ما رو در فرم نمونه و غیر نمونه که هست اونجا ما را بعد کپی میگیریم شه بعض وقتی که در خانه میریم اونم با سرشماره ما شروع میکنیم پشت خانه تک تک میزنیم خود معرفی میکنیم و بعد پروسه را تشریح میکنیم که ما به حیث نفس شما هستیم و ما در قریه آمدیم توظیف شدیم که این قریه را و این فامیل شما را نفس شماره میکنیم و بعد سوالایی که در فرم ما سوال ازشون سوال میکنیم یک امر مسلم است که باید ظرفیت سازی شوه و این تجربه هم که برای ما شدن این بسیار یک چیزی نو بوده در سطح افغانستان و در خصوص و در ولایت بامیان چرا که نه سرویرای ما قبلا همچو سروی را انجام داده و نه مردم آمادگی از این گپارا اوقدر زیاد داشته Ensure the quality and credibility of the final data, third-party independent monitors were hired to verify the coverage of the survey as well as the data editing process. Where is his house? I want to see. He's living here? Yes. Okay. Chancala. We are doing a re-interview. This has been accomplished or interviewed by the surveyor, and now we want to see whether the membership and some questions are matched. When he asks again, and then we match, we will see whether he collected the same information or not. This is two, no? Two, and then there should be entry here, no? اینجا هم باید خانه پروش آنه اینجا که دو آمد باید جای خانه پروش آنه یک مقدار مشکل عمده که داشتیم مشکل امنیتی بود که در مسیر از نظر امنیتی ما مسیری که باید کارمندای ما میرفت اون مسیر یک مقدار مسیر محفوظ نبود از اون لحاظ یک ذره مشکل داشتیم به هر حال تا حدود معضلات حل شد و تا حدود معضلات طوری نبود که قابل تشویش باشه ولی مثلا مشکل امنیتی در مسیری که ما به طرف نفرای ما یا کارمندای ما به طرف بامیان میرفتن اون مشکل واقعا مشکل جدی بود که ما را مجبور ساخت مسیر تغییر بدیم سعی و تلاش به این بوده که ما بتانیم معضلات خود را تا حدودی حل بکنیم ولی اینطور معضلات طوری نبوده که ما را از کار بانه Two data processing centers were established in Bamiyan Center and Kabul to process the survey forms. Data processing involved manual editing of forms, data entry, and final cleaning of the final database to ensure a reliable data set ready for analysis and then dissemination.
they don't know the total population of this country, the total population of the province of Bamiyan. How can they provide their public services needed for the ordinary people? For example, in rural part of Bamiyan, they don't know where exactly people are living and where exactly people are having drinking water, for example, and where exactly they are having education or not having education. So with that sort of accurate data, they can find out the priorities for the people in Bamiyan. We hope that this data collection will provide a good foundation for the not only for the line ministries in Kabul, but also for the regional or local government, including the departments of line ministries and governor's office, to provide good public services or better public services for the people in Bamiyan.